گرمترین در درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان بیننده برنامه شامگاهیان سوی خبر هستید در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران جهان منطقه همراه با نگاهی بر آخرین تحلیل ها و گزارش های برخی از مطبوعات منتشره اصلی در کشور ایران نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب موجی از جدال های در دو سوی طیف مذاکرات هم در ایالات متحده آمریکا و هم در جمهوری اسلامی ایران با احتمال بازنگری در متن توافق لوزان در گذشت مادر خاتمی رئیس جمهور و صدور بیانیه تسلیت رهبری ایران به ارادتمندان مادر خاتمی بدون ذکر نام این رئیس جمهور سابق دوران اصلاحات همینطور در عرصه روابط بین الملل و امور منطقه‌ای پیشروی تازه یه حوسی های مورد حمایت ایران در دومین شهر بزرگ یمن یعنی عدن همزمان با محکوم کردن حملات عربستان از سوی مجلس شورای اسلامی ایران و بالاخره آزادی حمله کنندگان به متحری با وسیق سرفصل اهم مطالب منتخب و برگزیده امشب دوشنبه هفته همه فروردین ماه ایرانی است که در برنامه آن سوی خبر به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مروری بر شرح جزئیات اخبار برگزیده بحران های توافق هسته با حمله شدید مجلسیان علیه ظریف از یک سو و تهدید کنگره آمریکا از سوی دیگر وارد فاز تازه ای شد در تازه ترین رویداد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با توماس فریدمن نویسنده ستون آزاد و خبرنگار سابق نیویورک تایمز گفته است که به عقیده او آمریکا به عنوان یک عبر قدرت در موقعیتی هست که بتواند در قبال کشوری مثل ایران با سی میلیارد دلار بودجه نظامی دست به ریسک بزند تا شاید درهای تازه ای گشوده شود او در این مصاحبه برداشت خود از آیت الله خامنه ای را نیز بیان کرد و همچنین گفته بود که از تیم مذاکره کننده با ایران خواسته است متوجه تجارب ناگوار تاریخی ایران نیز باشند از جمله اینکه به نظر او ایران برنامه اتمی را وسیله ای لازم برای بقای ملی میداند آقای اوباما گفت که مذاکرات جاری با ایران در قالب پنج به علاوه یک فرصتی است که یک بار دست میدهد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در همین راستا می افزود من به مردم اسرائیل نیز می گویم که برای جلوگیری از دستیابی ایران به یک سلاح اتمی هیچ فرمولی هیچ گزینه ای مؤثرتر از ابتکار عمل و چارچوب دیپلماتیکی که ما پیشنهاد کرده ایم وجود ندارد و می توان این را در عمل نیز به مرور نشان داد اما در سوی دیگر جدال در جبهه جمهوری خواهان آمریکایی بالا گرفت سناتور جمهوری خواه باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در خصوص چارچوب توافق شده با ایران در لوزان گفته است که کمیته تحت نظر او کمتر از ده روز دیگر طرح بازبینی توافق نهایی با ایران را نیز به بحث خواهد گذاشت خبرگزاری رویترز گزارش داد که سناتور کراکر ابراز تمایل کرده است تا پیش از قضاوت در مورد هر گونه توافق با ایران منتظر نهایی شدن تفاهم نامه لوزان خواهد شد ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز سیزده همه فروردین ماه با صدور بیانی مشترک از رسیدن به تفاهمی خبر دادند که به گفته آنها میتواند زمینه زمین ساز توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران تا کمتر از سه ماه دیگر شود سناتور کورکر تفاهم لوزان را محکوم نکرد اما در مورد بخش های مربوط به بازرسی ها و روایت متفاوتی که دولت های آمریکا و ایران در مورد نکات مورد توافق ارائه کردن ابراز نگرانی کرد این سناتور می گفت که کمیته تحت نظر او طبق برنامه قبلی طرحی را به بحث خواهد گذاشت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را ملزم می کند نهایی با ایران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره بگذارد طرح کمیته روابط خارجی سنا آقای اوباما را از تعلیق تحریم ها در جریان یک دوره 60 روزه که توافق در کنگره مرور می شود من می کند در پیشنویس این طرح نیز آمده است که رئیس جمهور باید ظرف پنج روز پس از رسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه اتمی متن توافقنامه و کلیه مواد و پیوست های مرتبط آن را تسلیم کمیته های مربوطه در کنگره کند اما از سوی دیگر کاخ سفید گفته است که هر طرحی در کنگره که ممکن است به مذاکرات با ایران صدمه بزند را وتو خواهد کرد آقای کورکر روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفته بود که هر چند از حمایت بعضی دموکرات ها از جمله چارلز شومر سناتور یهودی اهل نیویورک برخوردار است اما نمیداند که 67 رأی لازم برای مسون کردن آن در برابر ویتو را خواهد داشت یا خیر با این حال او تاکید کرده بود که قصد تخریب تفاهم با ایران را نیز ندارد ایشان می گفت این بدان معنا نیست که توافقی در کار نخواهد بود اما این توافق باید از آزمون زمان بگذرد همچنین در سویه های دیگر دانیل هارشا از کارکنان سابق حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس به رویترز گفت تا زمانی که توافق با ایران نهایی نشده و جان کری وزیر خارجه در مورد آن در کنگره شهادت نداده بعید است که خیلی از دموکرات ها حتی کسانی که علنا از مصوبه تحریم های تازه حمایت می کنند به طور علنی از آن انتقاد کنند به گزارش روزنامه های ایالات متحده از جمله روزنامه واشنگتن پست دموکرات هایی که از تفاهم لوزان حمایت می کنند به همکاران خود اختار دادند که پشتیبانی از طرح سناتور کورکر مذاکرات را تخریب می سناتور دموکرات کریس مورفی گفت که دموکرات هایی که از این مصوبه حمایت کنند مسئول ناکامی مذاکرات خواهند بود در سوی دیگر اریک شولز سخنگوی کاخ سفید گفت که آقای اوباما روز جمعه با هر چهار رهبر کنگره رهبران اکثریت و اقلیت در هر دو مجلس گفتگو کرده است واشنگتن پست نوشت که تونی بلینکن معاون وزارت خارجه پیش از اعلام تفاهم نامه لوزان با سناتور کوراکر تماس گرفت که بخشی از تلاش شدید کاخ سفید برای راضی کردن کنگره است کماکان بیننده برنامه شنگاهی آن سوی خبر هستید در سوی دیگر آن سوی خبر دفتر نتانیاهو سندی از نقص های تفاهم لوزان تهیه کرده است خبرگزاری اسوشیت پرس از تهیه سندی با عنوان ارزیابی یا تحلیل رسمی اسرائیلی ها از تفاهم هسته لوزان خبر داده بود که در آن نقص ها و کاستی های این تفاهم از دید اسرائیل جمع وری شده است آسوشیتد پرس میگوید که نسخه ای از این سند را که توسط مقام های دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهیه شده از طریق منبعی که نخواست نامش فاش شود به دست آورده است تهیه کنندگان این سند معتقدند سازوکار پیش بینی شده در تفاهم سوئیس برای بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران آنطور که غربی ها میگویند کامل و فراگیر نیست چرا که در آن به سراحت از عباراتی ماننده هر جا و هر زمان برای بازرسی ها استفاده نشده است به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این سند همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران را دارای ابهام میداند و مدعی است در تفاهم لوزان مشخص نشده که اگر ایران به تعهدات توافق احتمالی پایبند نباشد وضع مجدد تحریم ها به چه صورت انجام خواهد شد همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته است برای دست یافتن به توافقی بهتر با ایران تلاش کند این تفاهم بخش عظیمی از زیر ساختارهای هسته ایران را دست نخورده باقی میگذارد گلایی که اسرائیلی ها گفتند حتی اشاره کردند که حتی یک سانتریفیوژ هم برچیده نمی شود. حتی یکی از تأسیسات هسته ای از جمله تأسیساتی که آنها به صورت غیر قانونی در زیر زمین ساخته اند تعطیل نخواهد شد هزاران سانترفیوژ همچنان خواهد چرخید این توافق توافق بدی است کماکان با رویدادهای هسته ای که بر صدر رسانه ها جای گسترده ای داشت همه این موضوعات در حالی است که وزیر انرژی آمریکا گفت که محدودیت های اتمی ایران ده ساله نیست دراز مدت است و ما همه مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی رو مسدود کرده ایم ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا گفت که چارچوب توافق جامعه اتمی با ایران تمامی روش های را که ایران ممکن است از طریق آنها به صلاح اتمی دست پیدا کند در نظر گرفته است. آقای مونیز روز یک شنبه در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS اینگونه اس می گفت که چارچوب توافق جامعه اتمی با ایران به جامعه بین المللی دسترسی بی سابقه ای به تأسیسات اتمی این کشور می دهد و برنامه اتمی ایران را شفاف می کند. آقای مونیز در واکنش به انتقادات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تفاهمنامه لوزان و برخی از اعضای کنگره گفت که ما قطعا دیده بسیار بسیار متفاوتی با اینان داریم نخست وزیر اسرائیل همان گونه که در صدر خبر اشاره شده است روز یک شنبه در گفتگو با شبکه سی ان ان تفاهمنامه لوزان رو بار دیگر یک توافق بعد توصیف کرده بود و گفت که با این توافق دست ایران برای رسیدن به صلاح هسته‌ای باز میماند مطلبی که هم باراک اوباما هم جانکری و هم ارنست مونیز به رد این موضوع پرداختند ارنست مونیز در واکنش به انتقادات نتانیاهو حتی گفت ما همه مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی رو مسدود کرده این وزیر انرژی آمریکا در ادامه اظهارات خود اشاره می کرد که ما باید تاکید کنیم که این یک توافق ده ساله نیست بلکه یک برنامه درازمدت است آقای ارنست مونیز که در مذاکرات اتمی لوزان حضور داشت و به دفعات با شخص دکتر صالحی گفتگو گفت میکرد در پایان مطالب خود اظهار امیدواری میکرد که ایران به محدودیت ها عمل کند و اعتماد سازی کند وزیر انرژی آمریکا اشاره می کرد ما محدودیت های ده ساله، 15 ساله، بیست, و ساله،, بیست و ساله و دائمی داریم بنابراین یک برنامه دراز مدت است ارنست مونیزمی می گفت یک راه این که اطمینان یابیم ایران به توافق اتمی عمل می کند دسترسی های سازمان بین انرژی اتمی است ایشان گفت آمریکا کلیه زنجیره عرضه اورانیوم و همچنین تأسیسات و تولیدات های ایران را رصد خواهد کرد به گفته ی وزیر انرژی آمریکا ایران ملزم خواهد بود که سوخت مصرف شده خود را از راکتور جدیدی که پلوتونیوم بسیار کمتری به نسبت راکتور قدیمی تولید خواهد کرد به خارج بفرستد وزیر انرژی آمریکا در مورد اختلافی که نیویورک تایمز میان فکت شیت ایران با فکت شیت آمریکا گزارش کرده می گفت که در بیشتر موارد فکت شیت ایران با فکت شیت آمریکا سازگار است اما به روشنی بر بخش های دیگر تفاهم لوزان اشاره دارد و سعی کرده است بخش های از آن را حذف کند ارنست مونیز در مورد تحریم ها نیز گفت برداشته شدن تحریم ها علیه ایران زمانی آغاز می شود که این کشور به بخش اصلی محدودیت های اتمی خود عمل کند مونیز می گفت تا آفاق فعلی بهترین روش برای جلوگیری از دستیابی ایران به صلاح اتمی است و مانع حمایت آمریکا از دوستان و متحدانش در منطقه نیست و اما در ادامه برنامه آن سوی خبر به داخل ایران می رویم و در سوی دیگر واکنش ها تندروهای مجلس ایران علیه ظریف و تیم دیپلمات هسته‌ای به ابراز مخالفت گسترده‌ای پرداخته بودند تا جایی که خواهان محاکمه ی تیم هسته‌ای شدند جواد هروی در جلسه علنی دیروز یکشنبه شنبه 16 فروردین می گفت امروز لج بازی های بین المللی به مذاکره و توافق تبدیل گردیده و این مفهوم کاملا روشن است به گزارش خانه ملت نماینده ی مجلس در همین راستا می گفت لازم است اتمام حجت شود که کسانی که دیروز در تشدید تحریم ها علیه ایران نقش جدی داشته و افرادی که امروز در تبعین توافق به ضرر ملت ایران نقش ایفا می کنند باید محاکمه شوند تا درس عبرتی شود که به خاطر عقاید شخصی نمی توان با سرنوشت یک, ملت نجیب به صحو یا عمد بازی کرد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه توافق نهایی باید در بردارنده لغو کامل تحریم ها و تهدیدها علیه ایران باشد خطاب به باراک اوباما نیز می گفت که آقای اوباما بیایید نشان دهید صداقت در عرصه بین هنوز شعن و بها دارد و برای شنیدن آن گوش های شنوا بسیار است در سوی دیگر محمد جواد ظریف گفت بیاعتمادی بین ایران و آمریکا یک فاجعه تاریخی است وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره می کرد که امیدواریم که آمریکا برای اعتماد شکسته اش در میان مردم ایران فکری بکند و خیانتهایشان را جبران کنم ایشان که گویا در یک مناظره مستقیم گفتگوی مستقیم تلویزیون شبکه یک صحبت میکرد میگفت که ما به خود آمریکا یا گفته که به شما اعتماد نداریم او با اشاره به بیاعتمادی میان ایران و آمریکا گفت بی اعتمادی بین ایران و آمریکا یک فاجعه تاریخی است و امیدوارم این مذاکرات بتواند این فاجعه را نیز از بین ببرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد گفت آمریکا درباره چارچوب توافق نهایی که در مذاکرات لوزان به دست آمده خلاف گفته است آقای ظریف گفت آنچه آمریکا درباره چگونگی لغو تحریم ها گفته است خلاف نتیجه است که در مذاکرات به دست آمد وزیر خارجه ایران همچنان اشاره می کرد دولت آمریکا تحت فشار است و مشکل دارد و برای قانع کردن منتقدانش ناچار بوده که متنی را منتشر کند که در آن تعهداتی به ایران نسبت داده شود آقای ظریف گفت نماینده اتحادیه اروپا با آمریکا اعتراض کرد که چرا در این زمینه خلاف گفته است ایشان تأکید میکرد که در بیانیه مشترکش با فدریکا موگرنی به سراحت عنوان شده که همه قطنامه های شورای امنیت از روز اول توافق لغو خواهد شد و اما در میانه این هیاهوهای هستهای جدالهای سختی نیز در دو سوی روزنامه های کشور در جریان است روزنامه های طیف اصولگرایان و نزدیک به محافل تندروهای موسوم به دلواپسان کماکان بر تبل مخالفت با صدای بلند و شدید میکوبند و در سوی دیگر البته روزنامه های نزدیک به دولت که در کمپ اصلاح طلبان یا تحول خواهان جای می گیرند آن را خیر و نیک و ضروری توصیف می کنند در این میان حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان در سکوت سه روزه خامنه ای بیشترین انتقادهای تند و تیز را متوجه تیم هسته ای نمود تا جایی که با ادبیات غیر متعارفی همچون کلاه گشاد هسته استفاده کرد و یا در آخرین شماره کیهان در یادداشتی داشتی با عنوان دستاورد ها یا از دست داده ها به مخالفت شدید علیه توافق هسته پرداخت و در سوی دیگر ماجرا صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامهای ای سرگشاده به حسین شریعت مداری پاسخی نسبتاً تون نوشته بود زیبا کلام که به اردوگاه مردان مذاکرات و دولت نزدیک است در نقد نوشته ای علیه شریعت, شریعت مداری می نوشت که آقای حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان من معتقدم اگر غربی ها به جای مفاد آن توافق به یکی از محضرخانه های رسمی لوزان می رفتند و ششدانگ مملکت سوئیس را هم به نام ما سند منگوله دار می زدند باز هم جنابالی آن را کافی نمی دانستید. چرا که اساسا جنابالی در قضیه هسته چندان به دنبال اینکه چه چیزی به خیر و صلاح کشور و آینده مملکت است نمی باشید. مناقشه هسته برای حضرت عالی صرفا ابزار یا مستمسکی بیش نیست برای گرم نگه داشتن تنور قرب ستیزی و استکبار ستیزی اینکه کشور چه هزینه گذافی برای هسته ای میپردازد و اینکه حاصل این هزینه ها برای مملکت چه بوده خیلی برای جناب عالی اهمیتی ندارد این نویسنده در روزنامه های نزدیک به دولت در بخشی از نامه انتقادی خود خطاب به شریعت مداری با لحنی گزنده مینوشت مشکل جناب عالی با توافق هسته این نیست که آیا توافق است یا تفاهم سند همکاریست یا بیانیه مشکل شما با لوزان این نیست که آیا تحریم ها در یک مرحله برداشته خواهند شد یا در چند مرحله فردو قرار است دایر باشد یا بایر حق بازرسی فقط محدود به تأسیسات هسته ای شده یا جاهای دیگر را هم می توانند تفتیش نمایند و بس علا حاضا نه جناب شریعت مداری همه دلخوری شما از توافق آفاق هسته این است که بخشی از فرش قرب ستیزی را دارد از زیر پاهایتان بیرون می کشد. آن سوی خبر با چند رویدادهای داخلی از ایران آن سوی خبر را پی میگیریم آزاد شدن اوباشان مهاجم به علی متحری در شیراز موجب شگفتی رسانه ها و کنشگران سیاسی مدنی ایرانی شد مصطفی ترک حمدانی در مورد آخرین وضعیت شکایت علی متحری از حمله کنندگان به وی می گفت که برای پیگیری دوباره این پرونده صبح دیروز به شیراز سفر کردم پیش از این سفر با جمعی از وکلا و شخص آقای متحری در مورد راهکارهای حقوقی و قانونی پرونده بررسی های نهایی را نیز انجام دادیم به گزارش پایگاه خبری تیک وکیل متحری در ادامه این مطالب خود اشاره میکرد که دیروز به دادسرای شیراز مراجعه کردم و متوجه شدم که افرادی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند پس از تفهیم اتهام از سوی دادگاه انقلاب با قرارهای کفالت و وسیقه آزاد شدند. وی ضمن ابراز رضایت از تأکیدات و دستورات دادستان شیراز گفت با این وجود برای بنده و موکلم اینکه مسئولان دانشگاه شیراز نیز متهم شناخته شده اند جای سوال است ما راضی به این کار نبودیم و بنده تا کنون به عنوان وکیل علی متحری شکایتی از مسئولان دانشگاه شیراز نداشتم ادامه اخبار داخلی از ایران در خبری دیگر از ایران البته باز با مزامین و موضوعات هستئی فیروزابادی تا افق لوزان را به رهبر ایران تبریک گفت حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امضای بیانیه لوزان را به علی خامنه ای تبریک گفته و از حسن روحانی محمد جواد ظریف و کلیت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران قدردانی کرد آقای فیروزآبادی در پیام خود که روز یکشنبه شانزدهم فروردین منتشر شده بود در پیام خود آورده بود که در سایه هدایت های رهبر و همت دولت و تیم مذاکره کننده گام دیگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام در مذاکرات مربوط به انرژی هستهی برداشته شده است فیروز آبادی در بخش دیگری از پیام خود اعلام کرده بود که اطمینان دارد مراحل آتی مذاکرات با رهنمودهای رهبر در مسیر سلامت و صلاح دولت و ملت تداوم خواهد یافت ادامه آن سوی خبر با تنش لفظی تندروهای مجلس با محمد جواد ظریف وزیر خارجه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه عصر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته بود که به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بیانیه سوئیس پاسخ دهد به گزارش بیشتر خبرگزاری های داخل ایران جلسه ای بعد از ظهر دیروز کمیسیون امنیت یکی از بی سابقه ترین جلسات خود را در دوره نهم مجلس پشت سر گذاشت که در آن اکثر نمایندگان حاضر بودند این جلسه دارای هاشی های نیز بود که حتی به درگیری لفظی بین ظریف و کریمی قدوسی انجامید یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص موضوعات مورد بحث در این جلسه می گفت در این جلسه بعد از تبادل نظرات مختلف کریمی قدوسی هایی را در رابطه با فوردو و نتنز مطرح کرد و عنوان میکرد که رهبری در یک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه تذکر داده است کریمی قدوسی به ظریف گفت حضرت آقا به شما تذکر داده است اما ظریف به کریمی قدوسی گفت که شما دروغ میگویید و با این گونه حرفا به آقا تهمت میبندید و به آقا ظلم کنید و در آن جلسه هرگز آقا به من تذکر ندادند ایشان میافزود که جلسه برای چند لحظه به شدت متشنج شد و نیروهای حفاظتی مجبور شدند سریعا خبرنگاران و افراد دیگر حاضر در جلسه را از کمیسیون مجلس به بیرون از مجلس هدایت کند ظریف در ادامه اشاره کرد که لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه بودند و میتواند در این مورد شهادت بدهد بعد از این درگیری لفظی قدری بالا گرفت و ظریف با عصبانیت قصد ترک جلسه را داشت که با پادرمیانی اکثر نمایندگان حاضر که کریمی قدوسی را محکوم میکردند به جلسه بازگشت و پس از مدتی جلسه به روال معمول خود پایان یافت با چند رویداد خارجی و منطقه‌ای آن سوی خبر امشب را ادامه می دهیم شورشیان شیعه حوسی یمن علا رغم حملات هوایی اعتلاف تحت رهبری عربستان نواحی بیشتری از شهر مهم بندری ادن دومین شهر بزرگ یمن را اشغال کردند همکنون نبردها میان شورشیان و نیروهای وفادار به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور یمن برای کنترل این شهر در جنوب کشور یمن تشدید شده است در میان یک بحران انسانی رو به وخامت کشورهای جهان از جمله چین تلاش برای تخلیه شهروندان خود را تشدید کرده اند ائتلاف تحت رهبری عربستان به سازمان صلیب سرخ البته اجازه داده است محموله هوایی را به یمن منتقل کند این سازمان گفت که این ائتلاف به دو هواپیمایش مجوز ورود داده است یکی از آنها یک هواپیمای باری حامل تدارکات اولیه پزشکی و دیگری یک هواپیمای کوچک مسافربری حامل امدادگران خواهد بود در سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شورشیان روز یکشنبه به بخشهای بیشتری از شهر عدن پیشروی کردند که با بمباران نواحی مسکونی و به آتش کشیده شدن چند ساختمان نیز همراه بود گویا بسیاری از ساکنان شهر به دلیل نوردها در خانه به تله افتادند. همچنین عربستان سعودی میگوید حوسی ها از حمایت نظامی ایران برخوردارند. البته ادعایی که هر دو طرف ماجرا یعنی هم جمهوری اسلام ایران و هم شورشیان حوسی یمن رد می کنند. اما در سوی دیگر آتش بحران یمن به عربستان نیز سرایت کرده است در تازه ترین اخبار منتشر مقامات عربستان سعودی گفتند که در اثر درگیری مسلحانه در شهر عوامیه در منطقه قتیف یک پلیس کشته و سه نفر مجروح شدند. منطقه عوامیه منطقه است عمدتا شیعه نشین یک سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت که نیروهای امنیتی این کشور در حال جستجو در منطقه و مخفیگاه افرادی هستند که وی آنها را تروریست میخوان واجه ای که معمولا اشاره به فعالان شیعه در این کشور دارد بر اساس گزارش ها یک طبعه سعودی و یک شهروند خارجی در اثر این, تل... این تیراندازی مجروح شدند. همین گزارش ها حاکی که نیروهای امنیتی کشور پادشاهی سعودی چهار نفر را بازداشت و مقادیری سلاح و وسایل ارتباطی کشف و ضبط کردند. کماکان با بحران یمن که بحران است منطقه‌ای و برهمکنش همکنش بیشمار بر سایر جغرافیای سی سیاسی منطقه داشته است. بحران یمن و نبردهای بیامان نیروهای تحت اطلاف کشور پادشاهی عربستان علیه شورشیان حوثی از مرزهای یمن اندکنده گذر می کند و به مرز عربستان سعودی سرایت کرد تا جایی که رسانه های عربستان میگویند که قرار است بیش از یک صد روستای مرزی این کشور نیز در نزدیکی مرز یمن تخریب شود بر اساس این گزارش ها همزمان با حملات هوایی به خاک یمن عربستان تصمیم گرفته روستاهای مرزی خود در خاک عربستان را خراب کند روستاهایی که برای خراب شدن علامت گذاری شده اند گویا در جریان تنش مرزی سال 2009 خالی از سکنه بود سال 2009 در پی درگیری های مرزی با شیعیان حوسی عربستان وارد حمله نظامی شد عربستان عمدتا نگران است که این روستاهای خالی به مکانی برای پناه گرفتن نیروهای نفوذی و قاچاخچیان تبدیل شود در همین راستا یعنی بحران یمن و همینطور حمایت شورشیان حوثی از و جمهوری اسلامی و مجموعه ترکیبهای این منطقه روزنامه های بیشماری نیز به بحران یمن و نقش کشور عربستان از یک سو و توافق ای از سوی دیگر پرداختند از جمله روزنامه شرق در یادداشت اصلی شماره امروز خود با عنوان سعودی ها دیگر چه میخواهند این گونه نتیجه می گرفت که جنگ داخلی یمن که با پیوستن نمایشی امارات و کویت و قطر و پاکستان و حمایت ترکیه ابعادی تازه یافته است همه اینها از زمان جنگ صدام از ماهیگیری از آب گلالود رابطه تنشالود ایران و غرب منتفع بودند و همگی از آن زمان بر آتش خصومت ها می افزودند. فریدون مجلسی نویسنده ستون روزنامه های نزدیک به تحولخواهان در بخشی از این نوشتار با حمله شدید به سل وزیر خارجه کشور پادشاهی عربستان در امری نامعمول از وی به عنوان مختره القاعده و ایران ستیز معروف یاد می کرد که نگران به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک به رفع و رفع محدودیت ها و تحریم های ایران است. فریدون مجلسی که در بیشتر روزنامه های طیف اصلاح طلبان قلم میزند با اشاره به اظهارات ترک فیصل که تهدید کرده بود که ایران هر چه داشته باشد عربستان هم میخواهد از آن به عنوان بهانه کودکانه یاد می کرد که اکنون بهانه جویی می کند که حالا که دارد اینطور می شود پس من هم سانتریفیوژ می خواهم. جالب توجه که روزنامه شرق و نویسنده محترم آن هیچ اشاره به مداخلات آشکار و نهان جمهوری اسلامی در کشور یمن و حمایت از شورشیان حوسی نمی کرد. و این در حالی است که یمن به تب و ذاتا کشور عربی منطقه است که خب همسویی هایی با عربستان به عنوان کشور مختبر عربی منطقه ای دارد و عربستان بنابر درخواست رسمی کشور یمن درخواست رسمی شخص رئیس جمهوری قانونی یمن به کمک این کشور برای فرونشاندن سرکوب های حوسی ها شتافته است و با این رویداد و تحلیل وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا درودی دوباره در ایران فردا بدرود